احمد مسعود رهبر جبهه موسوم با مقاومت در یک گفتگو با شورای اتلانتیک خواهان تشکیل یک حکومت به نظر او از طریق یک روند شفاف و قانونی است. تا زمانی که از طریق یک پروسه شفاف قانونی که در نتیجه آن یک حکومت قانونی به وجود می آید و پاسخگو به مردم افغانستان و همچنان برای جهان باشد به وجود نیاید، ما از مقاومت دست نخواهیم کشید. همزمان با این، امرالله صالح معاون نخست حکومت پیشین در یک گفتگو با بی بی سی به این باور است در اوضاع کنونی در کشور باید یک همه‌پرسی برگزار شود. غرب باید به افغان ها کمک کند تا یک حکومت قانونی را تشکیل دهند. ما آماده هستیم که بر بنیاد میکانیزم همه پرسی و انتخابات مقاومت مسلحانه را توقف دهیم. اگر طالبان این همه پرسی را برنده شدند، ما مشروعیتشان را میپذیریم. اما امارت اسلامی درباره گفته های احمد مسعود و همرالله صالح چنین دیدگاهی دارد. فعلا در کشور ما کدام تحرک و پدیده و چیزی را نداریم که وجود فیزیکی داشته باشه و نقاط ثابت داشته باشه و همچنان اجازه نمیتیم که امنیت مردم ما اخلال شود. در همین حال فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنای حکومت پیشین در یک گفتگو با تلونیوز از امارت اسلامی می خواهد که برای پایان جنگ در کشور به مذاکره رو بیاورد. کوشش داو که چه در جنگ در ختمولو بخاطر چمره چه کدلی شی مذاکرات وشی او بحثونه وشی خلق سر نجدیواله وشی. پیش از این نیز جامعه جهانی یکی از شرایط به رسمیت شناختن امارت اسلامی را تشکیل حکومت فراگیر گفته است، اما کابل همواره تاکید کرده است که حکومت کنونی همه شمول است.